بچه ها سلام، کیوان هستم و با یکی دیگه از ویدئوهای گروه سمور در خدمتتون هستم. عطری که میخوام امروز بهتون معرفی کنم یه عطر بهاری مردونه خیلی خوشکلاس هستش از یه برندی که من واقعا دوستش دارم. این ویدئو رو به بهونه تبریک به این برند میگم به خاطر افتتاح بوتیکشون توی تهران. لوکسیتان یه برند فرانسوی هستش که تو ایالت یا در واقع استان پروانس فرانسه کارش شروع کرده و همونجا فعالیت میکنه و در واقع یه برند اربال سکینکر هستش و بیشتر فعالیتش روی محصولات بهداشتی و ترمیم پوست گیاهی هست و خب در کنار این فعالیت برسرا یه سری عطرهایی میسازه که خیلی هم موفق بودن. خیلی شناخته شده نیستن عطراش، ولی خب تو جای خودشون طرفدارای خیلی زیادی دارن و چند تا از عطراش واقعا ترکوندن. یکی از اون عطرهایی که من واقعا از این برند خیلی دوست دارم و در واقع به من خیلی انرژی مثبت و حس خوب میده وتیور هستش. وتیور خب همونجوری که توی تصویر الان دارین میبینین در واقع با وای نوشته شده توی این برند و فکر میکنم در واقع املای فرانسویش باشه. اود وتیور، اود تویلت، پروم یا فورمن. این عطر 100 میل هستش، یه عطر وودی آروماتیک که تو سال 2001 ساخته شده و محوریت اصلی رایش چوب سدروس، ناتمگ یا جوز هندی، خود وتیور و در واقع اکورد مرکباتی با ارجحیت لیمو هستش که خب یعنی که شروع خیلی خوب و خیلی فرش و همچین ملایم بهتون میده و بستر چوبی و مخملی و کمی ادویه‌ای داره. من یه راهنمای کوچولویی بهتون بدم اینجا. آقایونی که دنبال عطرای در واقع همچین خیلی خوشمشرب، موقر و مؤدب و همچین متین و جنتلمنانه میگردن که بازخورد خوبی هم بیاره، این ترکیب رو تو ذهنشون داشته باشن: وتیور، چوب سدروس، ناتمگ یا جوز هندی و لیمو یا اکورد مرکباتی. لیمو یا اکورد مرکباتی در واقع یه جورای لازمه عطرای امروزی مردونه هستن و خب عطرای مردونه معمولا هم یه بستر چوبی توشون وجود داره. این جور عطرا، نه راجع به همه عطرا حرف نمیزنم، اون عطرایی که گفتم حالت جنتلمنانه دارن و ترکیب بین وتیور، چوب سدروس و جوز هندی واقعا یه ترکیب کارگشای خیلی خوب هستش که در واقع موقعی که واقعا نمیدونین چی استفاده کنین، عطرایی که این جور ترکیبات رو دارن به دادتون میرسن. برسیم به وتیور. این از اون عطراست که خیلی ساده هستش، آدم با اون قیمتی که در واقع قیمت نازلی هم داره، اون قیمتی که در واقع اینو به دست میاره فکر میکنید خب عطر معمولیه، ولی خب پیچیدگی های احساسی خیلی خوبی رو داره در ازای سادگی رایحش. یعنی منو واقعا به اصطلاح آچمز میکنه و واقعا کیف میکنم از اینکه منو میبره توی یه سری خاطرات، به من یه سری حسای سام. دو دقیقه فرصت بده بابایی لطفا، مرسی. یه سری خاطرات خیلی خوبی رو زنده میکنه، به من یه حس مخملی همچین انگار یه روز آفتابی و بهاری تابستونی با پر از لحظات خوش رو یادآور میشه. این روزا رو داشتم و واقعا یه همچین رایحه منو میبره تو اون روزا. نمیدونم اون رایحه اونجا چجوری ثبت شده، ولی خب دقیقا اون حس رو بهم میده. رایحش اونجا گفتم یه بوی مخملی نسبتا گرم، چوبی و ادویه‌ای داره. من چون قراره سام رو بغل کنم نمیزنم، ولی خب این عطر رو حفظم به هر صورت. یه بوی دوست داشتنی شبیه یه لبخند خیلی عریض بهتون میده. این رایحه چوبی، خیلی چوبی نیست، خیلی بوی چوب و هیزم و دود و اینا نداره کلا. همونجا گفتم یه ذره نرمه و میتونم بگم قسمت ادویه‌ایش هم خیلی فلفلی و اینا نیستش. در واقع اونا که جوز هندی رو بشناسن یا همون در واقع ناتمگ رو بشناسن دقیقا بوی اون ادویه رو توی این عطر کاملا حس میکنن. یه کوچولو هم راجع به جوز هندی بهتون بگم، مرغی که میذارین توی در واقع تاوه بپزه رو جوز هندی روش رنده کنین، عالی میشه. وتیور موندگاری نسبتاً متوسط به بالایی داره، نشر بوش هم نسبتا متوسط میشه گفت. از اصولا شما توی لوکسیتان توی عطرهای مردونش دنبال خیلی چیز پانچین فیسی نباشین، یه حالت خیلی
مدیومی رو در نظر میگیره برای تولید عطرش، که خب اتفاقا خوبم هست. این عطریه که توی بهار توی روز میتونین بزنین، توی محیط کار، توی مهمونی، توی عروسی، با تیشرت، حتی بعد همه اومدین بزنین به خودتون، بعدا تصمیم بگیرین چی بپوشین. یعنی هیچ محدودیت لباس و تیپ وجود نداره روی این عطر، خیلی کاملا چیز آچار فرانسه هستش. و اینکه حواس آدمو پرت میکنه فسقلی. یه لحظه بینجا ببینم. سلام بده. سلام. و خب عطر همونجوری که گفتم خیلی خوش کاربردی هستش، تو هر مناسبت و فصلی میتونین استفادهش کنین. تو هوای گرم تابستون ترجیحاً نزنین، تو هوای خیلی سردم زیاد نزنین، چون خیلی خودشو نشون نمیده تو سرمای زمستون. بیشتر مناسب بهار و پاییز هستش، مخصوصا بهار، چون حس مثبت خیلی خوبی رو داره. من از اونجایی که این بوتیک در واقع احداث شده توی تهران و امکان تستش وجود داره، من دیگه بیشتر از این راجع به رایحه توضیح ندم. اساسا من زیاد راجع به رایحه دوست ندارم توضیح بدم، چون فایده‌ای برای کسی نداره، نهایت خود بینی شما هستش که باید قضاوت کنه. و با ما باشین در سمور با اطراف ویدیوهای دیگه. فعلا بای بای بده، خدافظ.